میای به کجا میری؟ ما از تبریز به بازرگان. بار چیه؟ باش چمشه. چند روزه تو این مسیری؟ ما والا الان 3-4 روزه که تو این مسیریم، شاید هم 3-4 روز طول بکشه. یه هفته بدون امکانات رفاهی داریم تو این مسیر روزمون رو میگذرونیم و از مسئولان خواهش میکنیم که یه پارکینگی تو این محوطه افتتاح کنن که ما رفاه داشته باشیم، که تو این مسیر راحت باشیم. یه سرویس بهداشتی، یه چیزی، امکانات رفاهی، یه جاده، یه جای پارک که ما راحت باشیم. من از مرن اومدم. به کجا میری؟ ترکیه. کار چیه؟ شمش. از بندرگاه پاس دادم. راه چیه؟ مشکل ما اینجا سرویس بهداشتی ندارد. اصلا چون چادرامون هم پاره میکنن. چون ایران الان ایران هم ترکیه هم کار نمیکنن. سرویس سف پارک هم نداریم اینجا. اگه پارک بود میذاشتیم تو پارک میرفت تو خونمون. پارک نداره، سرویس بهداشتی هم ندارد. اصلا کار مشکله دیگه اینجا. Tebriz'den geliyorum. İstanbul'a. Burada ne park var? Biz korkusunda yatamıyoruz. Gelip çadırları çiziyorlar. Lastikleri götürüyorum. Gazolu götürüyor. پاتواتش مشکلی که در ارتباط با تعویل بودن صفهای کامیون ها و تریلی هایی که وارد گمرک می شدن، یکی از علت های مهمش بحث افزایش تعرف های خروجی این دستگاه ها در مرز نخجوان در گمرک زلفا و پلدش بوده که حدوداً 4 برابر شده. این باعث شده اکثر این کامیون ها به طرف مرز گمرک بازرگان حرکت بکنن، که یکی از دلایل و براهین اصلی این صفهای طولانی همین موضوع بوده است. موضوع دیگر بحث خروجی از مرز گمرک بازرگان بوده است که طرف ترک ظاهراً یک سری ساماندهی در طرف خودش انجام میداد که باعث پذیرش خودروهای ایرانی از طرف ایران کاهش پیدا شده بود. پیگیری های انجام شد با سرکنسول محترم ایران در ارزروم، بنده صحبت کردم، بعد مدیر کل محترم گمرک بازرگان و سایر دوستان، هنگ مرزی شهرستان، همه کمک کردم و در وضع فعلی خوشبختانه در عرض 3 روز گذشته خروجی کامیون های ما از مرز به طرف ترکیه زیاد شده و اگر یه بررسی هم کنید ما تعداد کامیون هایی که در صف ایستادن روز به روز کاهش میابه و امیدواریم در عرض چند روز آینده این مشکل حل و فصل بشه.